سنی های تونرو و وهابی های سعودی نمونه بارزه اقدامات ضد دینی و ضد بشری بودند و در طول قرنها ثابت کردند توان همزیستی مسالمت آمیز را ندارند در جدیدترین اقدام ضد شیعی آنها یک مسجد متعلق به شیعیان در استان قطیف در شرق عربستان را تخریب کرده و با خاک یکسان کردند همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد فعالان فضای مجازی در عربستان از تخریب یک مسجد دیگر شیعیان توسط نیروهای سعودی در قطیف خبر دادند. حساب کاربری ناشد قطیفی در توییتر نوشت حکومت سعودی یک مسجد را روبروی مسجد الملاه و ام الحمام تخریب کرد. فعالان فضای مجازی همچنین فیلمی از تخریب یک مسجد شیعیان توسط عناصر سعودی را منتشر کردند و ها و سنی های تند رو شیعیان را کافر دانسته و برای زیارتگاه ها مساجد و یا قبور آنها هیچ احترامی قائل نیستند برای نمونه یک مفتی سرشناس وهابی از تخریب مقبره ام المومنین حضرت خدیجه سلام الله علیها و اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله با افتخار یاد کرده و این کار را دعوت به توحید دانسته است بنباز از مفتیان اهل تسنن و از جمله هواداران اصلی اندیشه سلفیگری که در سال 1999 میلادی درگذشت غالبا به عنوان بزرگترین مفتی وهابی سلفی در دوران معاصر شناخته می شود در صفحه 365 از جلد یک کتاب مجموعه فتواهای بنباز آمده است وهابیون هر آنچه به صورت گنبد بر قبر حضرت خدیجه سلام الله علیها و غیر بنا گردیده بود را تخریب کرده و تمام ها را از بین بردند و با چنین کارهایی دعوت به توحید و دین خدا را آشکار کردند این دقیقا همان تفکری است که با آن سنی های تندرو داعش مقبره ها و مقامات چندین پیامبر الهی اصحاب پیامبر و مساجد شیعیان را تخریب کرده و با کافر دانستن شیعیان آنها را سر بریدن.